بچه ها، بحث جدیدمون در رابطه با مکانیسم انقباض ماهیچه هاست و مکانیسم انقباض ماهیچه ها را کتاب متاسفانه خیلی خلاصه گفته، خیلی مختصر و حتی میتونیم بگیم چاپای اولش یه خورده کامل تر میگفت، الان دیگه ناقص تر کرده. من اول در سطح کتاب درسی صحبت میکنم، بعد روی یه انیمیشن کامل تر در موردش توضیح میدم. خب اولا مشخصه که میخواد مکانیسم انقباض ماهیچه اسکلتی ها بگه، که میگه با رسیدن پیام از مراکز عصبی. چرا؟ ببینید، ما میدونیم خب سه نوع ماهیچه وجود داره. ماهیچه قلبی اصلا برای شروع انقباضش نیاز به پیام عصبی نداره، پس اون اصلا میره کنار. در مورد ماهیچه صاف هم یه نکته ای که حالا بعد از فصل هورمون ها خوب متوجه میشید و بر اساس اطلاعات قبلیتون که میتونه با میتونیم بگیم حالا مکانیسم های مختلفی منقبض بشه یه ماهیچه صاف، بسته به موقعیتش. به چه صورت؟ مثلا شاید تو سال دهم گفته باشم بهتون، با اینکه تو کتاب نبوده، مثلا ما کلسیم به عنوان یه تنگ کننده رگی داریم، یعنی باعث انقباض ماهیچه صاف میتونه خودش به تنهایی بشه. خب پیام عصبی هم میتونه باعث انقباض ماهیچه صاف بشه. حتی ما یه مورد هورمونی داریم توی فصل هورمون ها که هورمونی است به نام هورمون تسهیل کننده زایمان و باعث انقباضات ماهیچه های صاف دیواره رحم میشه. پس ماهیچه های صاف حتی میتونن تحت تاثیر هورمون منقبض بشن، در حالی که در مورد ماهیچه های اسکلتی میگیم نه، فقط پیام عصبی. و چون این پیام عصبی باید از جانب چه نورون هایی بهشون ارسال بشه قطعاً، یعنی نورونی که پیام عصبی ها میرسونه برای انقباض به یه ماهیچه از چه نوعیه؟ بنویسید از چه نوعیه. حرکتی نمیتونه بچه ها حسی یا رابط باشه، اصلا چنین چیزی ممکن نیست. پس نورونی که سیناپس برقرار میکنه، پیش سیناپسی یک یاخته ماهیچه‌ایه، قطعا یه نورون حرکتی. با رسیدن پیام از مراکز عصبی که بچه حالا اون مراکز عصبی هم که میتونن پیام ارسال بکنن، میتونه مثلا مغز باشه، میتونه نخاع باشه، توی انعکاس عقب کشیدن دست دیدید دیگه، نخاع میتونه باشه پیام از اونجا حالا برسه، میتونه مثلا قشر مخ شما پیام ارسال بکنه، یا به صورتهای مختلف دیگه هم داره. تحریک از طریق سیناپس ویژه‌ای از یاخته عصبی که گفتیم این یاخته از نوع حرکتی است به یاخته ماهیچه‌ای میرسد و ناقل عصبی از پایانه یاخته عصبی آزاد میشد. بچه خارج از کتاب دونین ناقل عصبی که اینجا آزاد میشه اصطلاحا بهش گفته میشه استیل کولین. و یه نکته ای که قبلا تذکر دادیم بچه ها، این خیلی مهمه، اگه سیناپس ما نورون به نورون باشه میتونه ناقل عصبیش تحریکی یا مهاری باشه. و یادتون باشه که بچه ها اگه ناقل عصبی ما از نوع تحریکی بود باعث باز شدن چه کانالایی میشه؟ باز شدن چه کانالایی میشد؟ اگه ناقل عصبی ما از نوع تحریکی بود باعث باز شدن چه کانالایی میشد؟ کانال های دریچه دار سدیمی. و اگه از نوع مهاری بود باعث باز شدن چه کانال های دریچه داری می شود؟ پوتاسیومی. ما حتی مورد کلوری هم داریم، ولی تو ساعت کتاب درس دون پوتاسیومی ها مطرح میکنیم که میگیم اگه ناقل عصبی مهاری باشه کانال های دریچه دار پوتاسیومی باز میشن. پوتاسیوم چون داخل سل بعدی، نورون بعدی بخوام در نظر بگیریم، چون نورون به نورون ها صحبت کردیم، نورون بعدی داخلش بیشتر از بیرون میاد بیرون و پتانسیل غشا از منفی 70 مثلا میره طرف منفی 80 منفی 90. ولی یه نکته بچه ها، سیناپس نورون حرکتی به ماهیچه دیگه دو نوع نیست، یعنی ما لزومی نداره اینجا یه سیناپس مهاری هم داشته باشیم. ما اگه میخوایم ماهیچه منقبض نشه، نورون حرکتیش اصلا نباید به فعالیت بیفته. اگه به فعالیت افتاد و پیام آورد قطعا باعث انقباض میشه.
پس اینجا ما اون دو نوع سیناپس رو دیگه نمیتونیم مطرح بکنیم. میگه ناقل عصبی آزاد میشه با اتصال این ناقل، بچه ها ناقل وارد یاخته پس سیناپسی نمیشه. این یه نکته خیلی مهمه. نکته دیگه، ناقل ها بالاخره یه کانالی دریچه داری را باز میکنن، همشون هم که نمیرن وصل بشن، یه سریشون هستن واسه خودشون پرت و پلا ممکنه بشن. این نکات ها بچه ها دقت بکنید. با اتصال این ناقلین به گیرنده های خود، که این گیرنده ها کجا قرار دارن بچه ها؟ در سطح یاخته قرار دارن. هیچ کدوم از ناقل های عصبی گیرندهشون داخل یاخته نیست. بعدا هورمون ها را صحبت میکنیم، یه هورمون ممکنه مثلا ورز بگین گیرندش داخل یاخته باشه، به یاخته وارد بشه، ناقل عصبی این مدلی نیست. اینا در سطح یاخته قرار دارن که بچه ها گفتیم اینا گیرنده هاشون کانال های دریچه دار هستن. و این موردی که اینجا هم مطرح میکنیم، میگیم در سطح یاخته ماهیچه ایه، کتاب دون نگفته ولی خارج از کتاب دون یه کانال دریچه داره. حالا یکی میگم منظور یه دونه نیست، کانال دریچه داره چیه؟ سودیوم. آقا مگه یاخته یه ماهیچه ای هم میتونه تحریک الکتریکی داشته باشه و حتی جریان الکتریکی درش اتفاق بیفته؟ بله این میتونه اتفاق بیفته. شما قبلا در مورد ماهیچه قلبی اینو داشتید، ولی بچه ها بهش نمیگیم پیام عصبی. همون جریان ایونی که در سل عصبی اتفاق میفته اینجا هم میتونه اتفاق بیفته. کانال دریچه دار سدیمی باز بشه، پتانسیل عمل حتی ایجاد بشه، ولی اسمش پیام عصبی نیست. میگیم جریان الکتریکی، موج تحریکی، اسمای مختلفی به کار میبرن، ولی هیچ وقت گفته نمیشه پیام عصبی. میگه یه موج تحریکی در طول قشای یاخته ایجاد میشه، میره جلو. بچه ها یادتون باشه اگه ماهیچه قلبی یا در نظر بگیریم، اولا اونی که موج الکتریکی ها ایجاد میکنه داخلش یاخته عصبی نیست، یاخته ماهیچه ایه. یادتون باشه که اون حالا بافت گرهی باعث میشد توی یاخته های ماهیچه معمولی این موج ایجاد بشه و این موج توی یه یاخته ماهیچه معمولی نمیموند، از یه یاخته ماهیچه میرفت به یاخته ماهیچه بعدی. از چه طریقی میرفت؟ کسی یادشه؟ از چه طریقی از یه یاخته ماهیچه قلبی به یاخته ماهیچه بعدی این موج الکتریکی میرفت جلو؟ صفحات بینابینی. آفرین، از طریق صفحات بینابینی. بچه ما اینا اینجا نداریم، اینا اینجا نداریم. به عبارت دیگه اگه یه موج اومد توی یه سلول، تو همین سلول میمونه. پس شما اگه میخوای سلولای دیگه هم بهشون موج برسونی، باید بهشون ناقل عصبی برسونی و تحریکشون بکنی، بقیه سلولا هم باید تحریک بکنی. خب میگه در طول قشای یاخته پیش میره. نتیجه بچه ها این ایجاد موج اینه. در سلولای ماهیچه ای بچه های شبکه آندوپلاسمی ویژه ای وجود داره که ذخیره مقدار زیادی کلسیوم انجام میده. این کلسیوم جمع در این شبکه آندوپلاسمی، بهش میگن شبکه سارکوپلاسمی، جمعه و منتظره که این موج الکتریکی بیاد کلسیوم ها رها بکنه تو ماده زمینه سیتوپلاسم. این اتفاق بچه ها رخ میده. با تحریک یاخته ماهیچه ای یونهای کلسیوم از شبکه آندوپلاسمی آزاد میشود. بچه ها کتاب روشش ها نگفته، ولی در ادامه متوجه میشید، شاید بعضیاتون بدونید روشش چیه، به چه روشی آزاد میشه. مثلا بگیم برون رانی میشه، بگیم انتشار تحصیل شده، بگیم انتقال فعال، چی بگیم؟ در ادامه اینو متوجه میشید، ولی همین الان من صحبت میکنم که بچه ها اولا یون هیچ وقت انتشار ساده نیست. یون یادتون باشه کلسیوم، سدیم، پتاسیم دو تا روش بیشتر نداره. چیه بچه ها این دو تا روش؟ یا انتشار تسهیل شده است یا انتقال فعال. اصلا قاعده یون اینه، یا انتقال فعال یا انتشار تسهیل شده. مثلا ما برای سدیم میگیم خب میخواد از قشای یاخته عصبی عبور بکنه، وقتی میخواد وارد بشه میگیم روشش چیه، ورودش چیه،
ورود به یاخته عصبی روش چی بود برای یون سدیم؟ ورودش به چه روشی بود؟ انتشار تحصیل شده. دلیلمون چیه؟ میگفتیم غلظتش بیرون از داخل بیشتره، پس خروجش میشه انتقال فعال. برای پتاسیم برعکسه. برای پتاسیم میگیم خروجش انتشار تحصیل شده، ورودش میشه انتقال فعال. حالا در مورد این یون، الان بیشترین غلظتش کجاست؟ داخل شبکه است. پس وقتی میخواد خارج بشه به چه روشی؟ انتشار تحصیل شده. وقتی میخواد برگرده به زور باید برگرده، انتقال فعال. و در مورد انتقال فعال بچه ها تو بیشتر موارد ما میگیم ATP مصرف میشه، ولی قاعده کلی نیست. یادتون هم میشه باشه ما پمپای هیدروژنی داریم، بعدا تو سال 12 میخونید که اینا در قشای مثلا تیلاکوئید یا قشای داخلی میتوکندری قرار دارن و اینا بدون اینکه ATP در کار باشه با استفاده از انرژی جریان الکترون هیدروژن دارن پمپ میکنن. خب حالا بچه ها کلسیوم آزاد میشه، این کلسیوم میاد چی کار میکنه؟ دیگه کتاب اینجا هیچی توضیح نداده، من روی انیمیشن توضیح میدم که چه اتفاقاتی رخ میده، ولی خیلی ساده شده این موضوع. اگه من بخوام بگم بچه ها قراره سرهای میوزین متصل بشه به چی؟ رشته اکتین. رشته اکتین روش یه پروتئینی وجود داره که کتاب نشون نداده، اصطلاحا بهش گفته میشه تروپومیوزین. باید این بره کنار تا اصطلاحا میگن نقاط اتصال آشکار بشه. کلسیومیا چی کار میکنه؟ وصل میشه. خب یه لحظه قطع بچه ها، کلسیوم میاد وصل میشه به یه پروتئینی که حالا اون تروپونینه، تروپومیوزین نیست. کلسیوم میاد وصل میشه به اون پروتئین، نتیجهش این میشه اون پروتئینی که میگم حالا تروپومیوزین میره کنار، نقاط اتصال آشکار میشه، سرای میوزینی میتونن بچسبن به محل اتصالشون در اکتین. خب حالا پس کتاب دیگه اینا صحبت نکرده، گفته در نتیجه این عمل سرهای پروتئین‌های میوزین به رشته‌های اکتین متصل می‌شوند. خیلی توضیح نداده. با اتصال پروتئین‌های میوزین به اکتین و تغییر شکل آن خطوط ضد سارکومر به یکدیگر نزدیک می شود. بچه ها یه نکته یه خیلی مهم در رابطه با این موضوع که مثل مسابقه یه تناب کشی، سرهای میوزین میان وصل میشن به اکتینا، میکشن به سمت داخل، اکتین ها. درسته؟ نتیجهش این میشه اکتین ها و میوزین ها در هم فرو میرن. و بچه ها یه نکته یه خیلی مهم اینجا، در اثر این انقباض ما میگیم درسته بله طول سارکومر کم میشه، میبینید کم شد، فاصله دو خط زد کم شد. خب وقتی که سارکومرها کوتاه بشن، نتیجه تارچه ما کوتاه میشه، نتیجه تار کوتاه میشه، نتیجه ماهیچه کوتاه میشه. البته این کوتاه شدن به تدریج انجام میگیره، این هم دقت بکنید، یعنی این قوازا شما صفر و صدی نگاه نکنید. من الان دستم این وضعیت قرار داره، ماهیچه یه دو سر بازو میگم الان تو وضعیت استراحت شروع میکنه منقبض بشه، بچه همین جور داره سارکومرا کوتاه میشه، میره جلو تا به حد اکثر انقباضش برسه. بنابراین بچه انقباض فقط این شکل نیستا، میتونم بگم یه انیمیشنی از انقباض ما باید داشته باشیم، از انقباض اولیه تا حد اکثر انقباض. ولی طی این انقباض چه اتفاقاتی رخ میده؟ گفتم کوتاه شدن طول سارکومر، فاصله دو خط زد کمتر میشه، تار و تارچه و خود ماهیچه. ولی بچه ها اکتین و میوزین طولشون تغییر نمیکنه، این خیلی مهمه، طول اکتین و میوزین تغییری نمیکنه. حالا یه نکته من از شما میپرسم، بچه ها فکر میکنید نوار تیره طولش تغییر میکنه؟ نوار تیره طولش تغییر میکنه آیا؟ نه.
چرا؟ چون میگیم نوار تیره یعنی طول میوزین، طول میوزین که تغییر نکرد، طول میوزین همینه. پس نوار تیرمون اول از اینجا بود تا اینجا، حالا هم از اینجا تا اینجاست، فرقی نکرد. ولی و چون نوارهای روشن چی؟ نوارهای روشن کوچیک‌تر میشن، حتی در حد اکثر انقباض میتونن ناپدید بشن. چرا؟ میگیم آقا نوار روشن کجا بود؟ از اینجا تا اینجا بود، یعنی جایی که فقط اکتینه. هرچه اینا در هم فرو میرن، اون مقداری که فقط اکتینه کمتر میشه، یه کوتاه‌تر میشه، تا اینکه حتی به یه جای برسه ناپدید بشه. یه مورد دیگه بچه، اون وسط ما یه صفحه روشنی داشتیم در موردش صحبت میکردیم، این دیگه یه خورده خارج از کتاب شما، صفحه هنسه که فقط میوزین بود. این چه اتفاقی واسش رخ میده؟ این هم کوچیکتر میشه، این هم کوچیکتر میشه تا ناپدید بشه. ما تو تست های کنکور قبلی داشتیم که انگام انقباض میتونه صفحه هنسن هم ناپدید بشه. حالا بچه ها همه این نکات ها گفتم، یه نکته فوق العاده ماهیچه های قلبی، دهلیزی و بطنی، اونا هم ظاهر مخدد دارن، اونا هم این بحث سارکومر واسش رو مطرحه. من گفتم ماهیچه صاف درست اکتین و میازین واسش مطرحه، ولی این آرایش واسش وجود نداره. پس در مورد ماهیچه قلبی هم این موضوع قابل طرحه. تو کنکور تا الان کسی مطرح نکرده، ولی احتمال داره یه طرح به ذهنش برسه، بره سراغ این موضوع که مثلا من بیام موقعی که موج پی ثبت میشه یا موقعی که موج تی شروع میکنه ثبت بشه، این دو نقطه را بیام با هم دیگه مقایسه بکنم، بعد بگم مثلا ماهیچه یه بطنی ها شما در نظر بگیرید و بگید نوار تیرشون طولشون چه فرقی میکنه. بچه ها چه فرقی میکنه؟ نوار تیرشون، ماهیچه های بطنی، طولشون چه فرقی میکنه؟ شروع موج تی با جایی که موج پی داره ثبت میشه، نوار تیرشون چه فرقی میکنه؟ زیاد، کم، طول نوار تیره در مورد، حالا میتونیم بگیم سارکومرهای یا حتی تارچه ها بگی فرق نمی کنه. بچه ها فرق نمی کنه، نوار تیره ثابته. ولی شما میتونید بگید جایی که موج تی شروع میکنه ثبت بشه، چون این انقباض ماهیچه بطنی ها داریم، نوارهای روشن کوچیکتر شده، و مقایسه بکنید با جایی که موج پی داره ثبت میشه که ماهیچه بطنی در وضعیت استراحت قرار داره، سارکومرشون رو مقایسه بکنید و اینجور مطالب و بچه ها میشه مطرح کرد. دقت بکنید که این مطلب قابل ترکیب با اونجا هست. نزدیک شدن خطوط زد باعث کوتاه شدن طول سارکومرها در انتها کاهش طول ماهیچه میشه. که اینا من توضیح دادم بچه ها، شکل درسته این قوازانشون داده، ولی میگم این قواز یک جریان، اصلا یک مرحله کوچیک نیست. خب بچه اینجا این نکته ای مطرح میکنه، میگه این لغزیدن میوزین و اکتین روی هم دیگه، همین در هم فرو رفتنشون نیازمند انرژی. خب اینجا در ادامه صحبت میکنه که این انرژی به چه صورت تامین میشه؟ ATP. و در مورد حالا این بحث صحبت میکنیم که سلای ماهیچه‌ای به دلیل اینکه انرژی زیادی نیاز دارن، حتی واسه خودشون ذخیره گاه انرژی دارن، ذخیره‌ای به نام گلیکوژن. برای این کار باید پل‌های اتصالی بین میوزین و اکتین دائما تشکیل و با حرکتی مانند پارو زدن خطوط ضد به هم سوی هم دیگه کشیده بشه. بچه‌ها این حرکت مثل تناب کشی میمونه، شما تناب رو میگیرید میکشید، بعد ولش میکنید میرید جلوتر میکشید. و فرضا برای اینا سرهای زیادی هستن، شما مثلا یه تیم 10 نفره، بچه ها در یه لحظه بعضی ها ممکنه تناب دستشون باشه، بعضی ها رها کرده باشن، در کل اتصال وجود داره،
ولی شما به عنوان یک فرد در یک زمانی داری این تنها میکشی سمت خود، در یک زمانی رها میکنی میری جلوتر وصل میشی. دقیقا این اتفاق اینجا رخ میده. سپس میگه به سمت هم کشیده میشن، سپس سرهای متصل جدا همون جایی که شما تناوبل میکنه و به بخش جلوتر، جلوتر یعنی چی؟ یعنی به خط زنداری نزدیکتر میشه. این لیز خوردن، اتصال و جدا شدن سرهای میوزین صدها مرتبه در ثانیه تکرار میشه، در نتیجه ماهیچه اسکلتی منقبض میشه که بچه ها رو شکل میخوایم در موردش صحبت بکنیم. فعلا من این متنم تموم کنم و رو شکل توضیح بدم و بعد حالا فرصتی پیدا میشه میریم سراغ انیمیشنش. توقف انقباض، بچه ها برای اینکه انقباض متوقف بشه کلسیومی که حالا میتونیم بگیم همه این فتنه زیر سرش بوده باید برداشته بشه، بنابراین کلسیوم باید جمع بشه. با توقفه که کلسیوم ها چجوری برداشته میشن؟ خب خود کلسیوم هم که مختار از خودش نبوده، رها شده. میگیم آقا این کلسیوم چی شد؟ رها شد، پیام عصبی اومد، پیام عصبی باید برداشته بشه. بچه ها ما این موضوع داریم، مثلا در مورد بازدم یادتون باشه باید ماهیچه دیافراگ و بین دنده ای خارجی به حالت استراحت برگردن. چه جوری؟ میگیم آقای بسلانخا مرکز تنفس داری دیگه، پیام ارسال نکن. که کی بهش میگه؟ مثلا پل مغزی، مرکز تنفس در پل مغزی بهش میگه پیام ارسال نکن. بچه ما هیچ پیامی برای استراحت نداریم، برای استراحت کافیه شما پیام ارسال نکنی، همه چیز برمیگرده سر جای خودش. توقف انقباض، با توقف پیام عصبی انقباض یون‌های کلسیوم با سرعت به روش انتقال فعال. بچه ها اینجا گفت انتقال فعال، پس اونجا عکسش بود، به همون دلیل من اونا گفتم. خب به شبکه آندوبلاسمی برگردونده میشن، در نتیجه خب کلسیوم اگه جمع بشه نتیجه اون پروتئینی که حالا از روی نقاط اتصال رفته بود کنار دوباره برمیگرده سر جاش، دیگه اتصال نمیتونه برقرار بشه. در نتیجه اکتین و میوزین از هم دیگه جدا میشن. در این حال سارکومر تا زمان رسیدن پیام عصبی بعدی در حالت استراحت باقی میمونه. بچه ها در مورد این شکل مثل یک شیر بیال و کوپال و هیچی بخواید در نظر بگیرید. این شکل سال اولی که کتاب چاپ شد و تا چند سال اینطوری بود که کامل تر بود. الان دیگه عملا میتونیم بگیم خیلی چیزاش حذف شده. یه بار تست کنکور ازش اومده ولی هنوز نکاتی داره که قابل تأمل باشه. و این نکات ها میخوام تا حدودی صحبت بکنیم. بچه ها یه سری شما هم ممکنه صحبت بکنم ولی به نظر من از یه جایی به بعد دارم خارج از کتاب صحبت میکنم. بچه ها یه نکته ای که به جوابی شما از همین الان بهتون بگم نمیرسید که آقا وقتی ما ایچه در حال استراحت کدوم شکل ها در نظر بگیریم. من جالبه تو کتاب های مرجع مختلف وقتی نگاه میکنیم سه تا شکل ها دیدم گفتن وضعیت استراحت. شکل شماره یک ها گفتن، دورم گفتن، بعضی ها شکل شماره چهار را حتی گفتن، ولی یک و دو بیشتر مرسومه گفته میشه، دو خیلی بیشتر طرفدار داره که آقا این شکل دو بهترین حالته وقتی در نظر میگیریم برای حالت استراحت. دلیل این اختلاف هم من والا خودم متوجه نمیشم چرا باید تو کتابای مرجع اینقدر اختلاف سر این موضوع باشه و هیچ اتفاق نظری سر این موضوع نباشه. خب حالا بچه ها ما صحبت میکنیم، یه نکته خیلی مهم این شکل اینه که بچه ها این شکل یه چرخ هست. شاید به همین دلیل خود نویسنده های کتابم نگفتن از کجا شروع بکنیم. یه چرخه را داره نشون میده، یعنی میتونم بگم اینجوری نیست که به چهار خط بشه دوباره وارد یک میشه. چرا؟ چون حرکت گفتیم اینجوریه، تنابا میگیره میکشه ول میکنه میره جلوتر. ولی گفتم خب اینجا یه سوال مطرح میشه، آقا وقتی حالت استراحت مطلق داریم کدوم شکل داریم؟ من ترجیحاً شکل دو را در نظر میگیرم. البته بعضی ها ممکنه دیده باشین حتی شکل یکا در نظر گرفتن. خب
بچه ها یه توضیح بدم قبلش چه اتفاقی رخ داده. تو شکل 4 اگه دقت بکنین سر میوز این وس بوده. بچه ها یه نکته خیلی مهم توی این شکل ها، زاویه یه سر میوز این با دومشه. تو کدوم شکل این زاویه حداقله؟ حداقل این زاویه تو شکل 1. بچه ها این خیلی مهمه، این حداقل زاویه. و حد اکثر این زاویه تو کدوم شکله؟ شکل 2. این زاویه به نظر من خیلی اهمیت داره. بچه ها طراح وقتی میبینه از یه جایی نمیتونه سوال تر بکنه، میره سراغ موارد دیگه. اینجا شما این زاویه سر و دومو برای میوزین داره و اینجا بچه ها دقت بکنه این زاویه 90 درجه است. این زاویه 90 درجه. نکته بعدی که وجود داره زاویه‌ای بین سر میوزینه با اکتین. ببینید اینجا این زاویه 90 درجه است، درسته؟ ولی اینجا این زاویه دیگه 90 درجه نیست وقتی کشیده میشه، پس اتصالش تو 90 درجه برقرار میشه. بچه ها اینم خیلی مهمه که اینجا زاویه 90 اتصالا برقرار میکنه اینجا. خب اینم یه نکته. نکته دیگه ای که بازم تو این شکل وجود داره، بچه ها این بحث ATP یا اینجا گفته بعد دیگه ولش کرده به امون خدا، این که سرنوشت ATP چی میشه به نظر من خارج از کتابتون. و چرا اینجا مطرح میکنه؟ بچه ها اینجا یه نکته خیلی مهمی داره، بازم سخت از کتاب شما صرفا برداشت بکنید، ولی من اینو میگم به نظر من در سطح کتاب درس قابل تره. بچه ها قبل اینکه ATP بیاد سر میوزین وصل بوده به اکتین، پس ATP چی کار کرده؟ سر میوزین ها از اکتین جدا کرده و سر میوزین خم شده، زاویش با دوم حداقل رسیده. این اتفاقی که من میتونم بگم اینجا توی شکل 1 رخ داده. حالا بچه ها خارج از کتابتون اینجا هنوز ATP وصله، یعنی ATP اینجا اتصال داره با سر میوزین. نکته بعدی، بچه ها سر میوزین مثل پمپ سدیم پتاسیم یه آنزیم تجزیه کننده ATP. ATP ها تجزیه میکنه، بنابراین تو این شکل توی این فلشی که اینجا نشون داده یه اتفاق مهم رخ میده. ATP تجزیه میشه و اینجا بچه ها به سر ATP ADP وصله. اینا دیگه خارج از کتابه به نظر من، اینا را دیگه شما بر اساس صرفا کتاب نمیتونید اظهار نظر بکنید. و گفتم بعضی ها میگن این شکلی که ATP وصله شکل استراحته، بعضی ها میگن این شکلی که ADP متصله و یه جورایی سر میوزین از دومش فاصله گرفته، مثل فنری که بازش بکنی تا یه چیزی رو با خودش بکشه. یعنی اینجا سر از دوم فاصله گرفته، قصدش چیه؟ قصدش اینه که این فنر باز شده که انرژی درش داره ذخیره میشه، ذخیره شده دوباره جمع بشه، یه چیزی یا بکشه سمت چپ توی حالا این شکل بخوان در نظر بگیره. حالا تو شکل 3 چه اتفاقی رخ داده؟ سر میوزین وصل شده به کجا؟ اکتین. بچه ها بازم میگم این خارج از کتابه، اینجاست که ADP را خارج میشه، جدا میشه از سر میوزین. این خارج از کتاب، خب جدا میشه. حالا نگاه بکنید حرکت خودش را انجام میده، این حرکت را نگاه بکنید، خم شدن را نگاه کنید. بچه ها زاویه سر و دم چی شد؟ هنگام نزدیک شد، میتونم بگم کشیدن اکتین، زاویه سر و دم میوزین چه اتفاقی واسش رخ داد؟ کمتر شد. قبلا بیشتر از زاویه سر و دم میوزین ها دارم میگم، بیشتر از 90 درجه بود سر و دم، الان رسید به حدود 90 درجه. گفتم مثلا اینجوری بود وقتی متصل میشون این زاویه، الان رسید به حالت 90 درجه. شما میبینید به این حالت رسید و اینجاست که بچه ها ADP ازش جدا میشه. این در رابطه با این چرخه بچه ها من میتونم در نظر بگیرم. خب گفتم یه سری نکاتی که اینجا مطرح کردم خب به نظر من خارج از کتاب حساب میشه،
و این نکات ها نیاز ندارید که بدونید، ولی در سطح کتاب درسی این نکاتی بود که به نظر من قابل طرح بود. تذکر میدم که توجه بکنید به زاویه بین سر و دم میوزین. سر میوزین با اکتین اتصالات ها دقت بکنید به چه صورت رخ میده. بچه ها نکته بعدی که وجود داره اینه که اگه دقت بکنید، من قبلا صحبت کردم که اکتین ها از دو رشته تشکیل شدن و هر رشته از یه سری پروتئین کروی تشکیل شده. اینجا تو شکل میبینید بچه ها یه نقاط خاصی اینجا واسه شون مشخص کرده. اینجا همون نقاط اتصال سرهای میوزینه، میبینید حالت پررنگ تر اومده نشونشون داد، نقاط اتصال سرهای میوزینه و دیگه فعلا نکته خاصی اینجا نداره. بچه ها بریم سراغ ادامه متن. این قسمت هم من میگم و بعد میریم سراغ انیمیشن. انیمیشن هم بررسی میکنیم، بعد هر سوالی دارید میتونی بپرسید. خب تامین انرژی انقباض. بچه ها میتونم بگم یکی از اصلی ترین دلیل هایی که ما نیازمند ATP تو سلولامون هستیم، حالا همه سلولا نه ولی سلولای مایجی، بحث این انقباض انرژی خیلی زیادی نیاز داره. و چون میگن واسه اینکه وزن کم بکنید برید بدوید، برید ورزش بکنید، چون خیلی انرژی صرف میکنه. البته شاید شنیده باشید فعالیت های ذهنی هم انرژی زیادی صرف میکنه، ولی به هر حال دیگه موجب لاغری به اون صورت نمیتونه بشه. اینجا انرژی که مصرف میکنه خیلی زیاد. خب ببینیم شیوه های تامین انرژی به چه صورت. بیشتر انرژی نه همش لازم برای انقباض ماهیچه از سوختن چی به دست میاد؟ گلوکوز. بچه تجزیه گلوکوز میتونه به روش چی باشه؟ هوازی یا بی هوازی، بسته به مقدار اکسیژنی که در محیط وجود داره. خب و اگه ما میگیم اکسیژن کم باشه میتونه این تجزیه به روش چی باشه؟ بی هوازی باشه. اگه به اندازه کافی باشه به روش هوازی صورت میگیره. بچه ها توی تنفس بی هوازی که حالا در ادامه صحبت میکنیم و قبلا هم یه اشاره بهش کردیم، توی سلولای ما چی میتونه تولید بشه؟ میتونه که چرس کنم تولید میشه. تنفس بی هوازی سلولای ما اسیدی، لاکتیک اسید تولید میشه دیگه، اصطلاح هم بهش میگن تخمیر لاکتیک. بچه تنفس بی هوازی میگن تخمیر. تخمیر انواع مختلفی داره، ما تخمیر الکلی هم داریم که اتانول تولید کنه و دیوکس کربن. تو مخمرهای این اتفاق رخ میده، تو سال 12 هم میخونه. تو بدن ما تخمیر لاکتیکی داریم. بچه تخمیر لاکتیکی ما تو یه سری سلولامون هست که کلوم اجمعین اصلا فقط تخمیر لاکتیکی انجام میدن. کدوم سلولامون؟ و جالبه مشکلشون نبودن اکسیژن نیست، مشکلشون اینه که ابزار تنفس هوازی ها ندارن، گلوبولای قرمز بالغمون. چرا؟ چون اینا میتوکندری ندارن. چون میتوکندری نه، البته کتاب گفته بسیاره از اندامکاش از دست داده، ولی میتوکندری ندارن. چون میتوکندری ندارن ابزار ندارن، در این حال که اکسیژن زیاد دارن. مثل یه آدم ثروتمندی هست که حالا فقیرانه زندگی میکنه، چنین وضعیتی داره. سلای ماهیچه ایمون اگه اکسیژن باشه هوازی، نباشه بی هوازی، یعنی متغیر میتونن کار بکنن. در ماهیچه ها گلیکوژن به صورت ذخیره وجود داره. بچه ها همه ماهیچه ها اینجوری هستن، حتی ماهیچه صاف هم ذخیره گلیکوژن واسه خودش داره. در مورد ذخیره گلیکوژن ما میدونیم دو جاست بچه ها. یه جا ماهیچه ها، جای دوم چیه؟ ذخیره گلیکوژن. ذخیره گلیکوژن کبد هم هست. بچه ها کبد رفته تو کار خیریه. یعنی چی؟ یعنی شما اگه مثلا غذا نخوردید و نیازمند گلوکوز بود خونتون، گلوکوز خون اومد پایین، هورمونی به نام گلوکاگون بعدن صحبت میکنیم میره رو کبد، اثر میگذاره، میگه آقا تجزیه کن گلیکوژنا بفرست وارد خون بکن. ولی کاری به ماهیچه‌ها نداره. چرا؟ چون ماهیچه‌ها میگیم اینقدر خودشون نیاز دارن که کار عامل منفع انجام نمیدن، ذخایرشون رو فقط واسه خودشون میخوان، چون نیازشون هم خیلی زیاد. در ماهیچه‌ها گلیکوژن به صورت ذخیره وجود دارد، در صورت لزوم به گلوکوز تجزیه می شود، در صورتی که لازم باشه. خب که این عملا میگیم هیدرولیز دیگه، یه پلیمر داره به مونومر تبدیل میشه.
در صورت وجود اکسیژن، در صورتی که اکسیژن وجود داشته باشد، تجزیه گلوکز می تواند تا چند دقیقه انرژی لازم برای ساخت ATP را فراهم بکند. چرا؟ و چون این ذخایر گلیکوژنی نامحدود نیستند و گفته میشه حدوداً تا 15 دقیقه جواب میده. ولی بعد از اون چه اتفاق رخ میده؟ اگه انقباض طولانی تر شد، منظور این نیست که شما همینجور دست دار نگهداری انقباض 15، منظور اینه فعالیتی که نیازمند انقباضه. مثلا شما یه فوتبال 90 دقیقه میری بازی میکنی، از اسیدهای چرب هم استفاده میشه در انقباضهای طولانی. این یه مطلب. و اسیدهای چرب میدونیم یه حسن دارن بچه ها، میزان انرژی که درشون ذخیره است حدود دو برابر میزان انرژی کربوهیدرات هست، پس انرژی بیشتری به میتونم بگم سلول میدن. بچه ها یه ترکیب دیگه هم داریم که حالا میتونم بگم این خیلی راحت تر در دسترس قرار داره، به نام کراتین فسفات. کراتین فسفات، شاید واژه کراتین اینا بهتون گفته باشن، فکر کنم از کتابای شما حذف شده، ولی گفته باشن که توی ادرار ما کراتین این داریم، شاید گفته باشن شاید نگفته باشن، ولی اینجا ما کراتین داریم. حالا بحث اینا چیه، من در موردش بچه‌ها صحبت میکنم. کراتین یه ماده نیتروژن داره، یه ترکیب نیتروژن داره. پس کراتین فسفات یه ترکیب نیتروژن داری است که فسفات بهش متصله، و چون این فسفاتی که متصله انرژی داره، حالا ADP در کنارش وقتی باشه یا آنزیمی وجود داره، بچه‌ها این آنزیم رو توی سال 12 اسمش رو میبره، چرا اینجا اسم نمیبره من نمیدونم، یا آنزیمی وجود داره، این دوتا رو با هم دیگه باعث میشه واکنش بدن و چه اتفاقی رخ بده، بچه‌ها این فسفات به ADP منتقل بشه، ATP تولید بشه، ATP که ما واسه انقباض ما چه نیاز داریم، کراتین تولید بشه. کراتین بچه ها تو همون سل ماهیچه به سرعت تبدیل میشه به مادهی به نام کراتینین، و کراتینینه که وارد خون میشه، کراتینین، و بعد توسط کلیه ها گرفته میشه از خون و وارد ادرار میشه. بچه ما یه بحث تا حدودی شبیه این در رابطه با آمونیاک داریم، ولی یادتون باشه آمونیاک در سلولی که تولید میشه که حاصل تجزیه آمینو اسیده، حاصل تجزیه آمینو اسیده، همونجا به اوره تبدیل نمیشه، وارد خون میشه. کدوم اندامه که از خون میگیره و اوره میسازه، با دی اکسید کربن ترکیبش میکنه و اوره میسازه؟ کلیه ها؟ نه. کدوم اندامه که اوره سازه؟ میاد آمونیاکا میگیره با دیوکسید کربن ترکیب میکنه و اوره تولید میکنه. کبد بچه ها این کار انجام میده، بعد اوره را دوباره میفرسته داخل خون. کلیه کاری که انجام میده این اوره را میگیره وارد ادرار میکنه. بچه ها یه سوالی دیروز مطرح شد، گفتن نمیدونم تو فلان آزمون گفته بچه ها آیا آمونیاک توی ادرار وجود داره؟ خب سرچ بکنید، چیز سختی نیست، آمونیاک هم وجود داره. درسته کبد آمونیاکا به اوره تبدیل میکنه، ولی آیا همه خون شما یک بار میره تو کبد و تمام آمونیاکاش تبدیل میشن به اوره؟ نه دیگه، این اتفاق رخ نمیده. آیا کلیه میگه آمونیاک تو نباید تراوش بشی چون هنوز تبدیل به اوره نشدی؟ نه، اونم تراوش میشه. آقا پس میگم آمونیاک سمیتش خیلی زیاده؟ بله خیلی زیاده، به همین دلیل کبد سعی میکنه اینا رو سریع تبدیل بکنه، وقتی خون واردش میشه تبدیل بکنه به اوره. ولی ما یه مقدار آمونیاک میگیم وارد ادرار میشه، خب اوره هم وارد ادرار میشه، بله یه مقدار. بنابراین بچه ها یه تصور اشتباهی بعضی از شما دارید، این طرح ها هم دارن، فکر میکنن وقتی میگیم کلیه مثلا تصفیه میکنه همه خون میره کلیه، نه، یه بخشی از خون میره. بچه ها یه مثلا بخشی از خون ممکنه چند بار دور بزنه اصلا به کلیه نره، شانسیه دیگه. حالا این خونی که از آورت خارج میشه کدوم بخشش بره به کلیه؟ در مورد کبد هم همینطوره، مگه همه خون میره کبد و همه ای آمونیاکاش تبدیل میشن به اوره؟ اصلا این اتفاق رخ نمیده. یه درک ساده است از فیزیولوژی بدن که ما میگیم آقا این خونی که از طریق آورت خارج میشه اصلا یه بخشش سر بالا میره، مثلا میره تو سر دوباره برمیگرده تو قلب، پس کجا رفت؟ کبد که نرفت. ماهیچه‌ها برای تجزیه کامل گلوکز به اکسیژن نیاز دارن، به اکسیژن و یه چیز دیگه، میتوکندری، که میتوکندری‌ها دارن،
میتوکندریا دارن، به تعداد زیاد هم دارن. اتفاقا سلولای ماهیچه جزء مواردی هستن که ما میگیم تعداد میتوکندری زیادی دارن. بچه‌ها جایی که ATP بیشتری نیاز داریم، تعداد میتوکندری بیشتری هم نیاز داریم. البته ما بدون میتوکندری هم میتونیم تولید ATP داشته باشیم. تو باکتری ها، توی باکتری ها داریم، توی گلبول قرمز بالغ هم تولید ATP به هر حال داریم، ولی ATP که تولید میکنه خیلی زیاد نیست، روش بی هوازی. توی باکتری ها هم بی هوازی هم هوازی، هر دوتاش بدون میتوکندری. توی سلول یوکاریوتی بچه ها تنفس هوازیش با میتوکندری، بی هوازیش خب نیازمند میتوکندری دیگه نیست. یه بحث مفصلی تو سال 12 هم داره. تجزیه کامل گلوکوز نیازمند اکسیژنه و توی ماهیچه‌ها گفتم نیازمند میتوکندری، نه هر سلول. در فعالیت‌های شدید مثلا شما دوی سرعت میری 100 متر رو می‌خوای سریع بدوی ظرف 10 ثانیه که نمیتونی، ولی حالا اگه حرفه‌ای باشه اکسیژن کافی به ماهیچه نمیرسه. تجزیه گلوکوز به روش بی هوازی انجام میگیرد و چون این روشش توی گفتم بدن ما تخمیر لاکتیکیه، ولی ما توی باکتریایی داریم تخمیر الکلی و تخمیرهای دیگه، انواع تخمیر وجود داره. در اثر این واکنش ها لاکتیک اسید تولید میشود، در اثر این واکنش ها لاکتیک اسید تولید میشه که این لاکتیک اسید در ماهیچه انباشته میشه و این انباشته شدنشه که بچه ها مشکل ساز میتونه بشه. واسه همین باید خارج بشه، تجزیه بشه، ولی ممکنه اینقدر سرعت تولیدش زیاد بشه که یک بار تجمع زیادی پیدا بکنه. نتیجهش چی میشه؟ این انباشته شدن لاکتیک اسید پس از تمرینات ورزشی طولانی یا یه دوی سرعت خیلی میتونیم بگیم حالا حساس، گرفتگی ماهیچه، درد. بچه ها این درد رو قبلا گفتیم، گیرنده هایی که تحریک میشن اینجا، گیرنده هایی دارای پوششن یا بدون پوشش، بدون پوشش هستن. و ویژگی هایی که قبلا گفتیم، سازش ناپذیری و امثال اون. یادتون باشه گیرنده های درد جز گیرنده هایی هستن که محرک های متفاوتی میتونه تحریکشون بکنه، از مکانیکی گرفته تا محرک مثلا دمایی، تغییر دما، تا یه ماده شیمیایی. مثلا اینکه همشون ویژگی مشترکشون اینه که آسیب بافتی ایجاد میکنه. بچه‌ها گرفتگی ایجاد میشه، درد ماهیچه ای هم ایجاد میشه، لاکتیک اسید اضافی به تدریج نه به سرعت تجزیه میشه. بچه‌ها اینم دقت بکنید، خیلی مهمه. بعضی اصلا تو طراحی تست همینا به سرعتش میکنن و میگم شما باید غلط بگید و اثرات درد و گرفتگی ماهیچه کاهش مییابد. اینم تا اینجای مطلب. خب بچه‌ها یه مورد دیگه هم میمونه، شاید خیلی سوال داشته باشید ولی در رنال ما هم خیلی مطلب داشتیم. مورد دیگه اینه که انیمیشن هم ببینیم و من روش توضیح بدم و بعد دیگه حالا فرصتی ببینیم برای سوال شما میمونه یا نه. بچه ها من اینجا یه اشتراک دسکتاپ میگذارم و اون انیمیشن را اجراش میکنم. Skeletal muscles are composed of bundles. خب بچه ها دقت بکنید، این اومده ماهیچه اسکلتی ها نشون میده و اون حالا میتونیم بگیم دسته های تاری و یه دونه تارا از وسط اینا میکشه بیرون، بهش میگه فیبر ماهیچه، سل ماهیچه. هسته ها را موقعیتش را بچه ها دقت بکنید کجاست. Muscles will contract or relax when they receive signals from. این پایان آکسونیه که گفتم بچه‌ها، شما می‌بینید اینجا سیناپس مشخصه خیلی خوب و اینجا ناقل عصبی قرار رها بشه. A neuromuscular junction is the site of the signal exchange. This is where the synaptic bulb of an axon terminal and muscle fiber. خب این پایان سیناپسیا داره نشون میده که ناقل عصبی اینجا تجمع پیدا کرده و قراره رها بشه با رسیدن پیام عصبی به این نقطه. Muscle fibers are composed of many myofibrils. این حالا اصطلاحا میوفیبریلا که میگه همون چیزی است که میگید تارچه، و فیبر ماهیچه همون چیزی است که ما میگیم تار، ترجمهش کردیم به تار ماهیچه. پس سارکومر ها را اینجا نشون میده که فاصله ای دو خط زد میگیم. سارکومرز run adjacent to one another down the length of the myofibril.
Each sarcomere consists of alternating thick and thin protein. میگه هر سارکومر تشکیل شده از یه سری رشته های زخیم میوزینی و رشته های نازک اکتینی. Giving skeletal muscle its striated appearance. The muscle contracts when these filaments. بچه ها این قباز ها دقت بکنید، وقتی رخ میده چه اتفاقی واسه طول میوزین رخ میده که گفتیم هیچ تغییری نمیکنه. سارکومر کوتاه میشه، نوارای روشن کوتاه میشن، صفحه روشن وسط کوتاه میشه. این هم حالت استراحت. The thick filaments are myosin, which are anchored at the center of the sarcomere called the M line. بچه ها در مورد میوزین ها من قبلا گفتم نکته خیلی مهم اینه که از مولکول های میوزینی تشکیل شدن که دم هاشون اون وسط کنار هم قرار گرفتن در حالی که سرهاشون در دو طرف قرار دارن. The thin filaments are composed of the protein actin which are anchored to the Z lines on the outer edges of the sarcomere. پس اکتین ها متصلن به خطوط Z در حالی که میوزین ها متصل نیستن. حالا اون چیزی که اون وسط نشون داد اون پلای عرضی بین میوزین هاست که باعث میشه یک خط تیره اون وسط ایجاد بشه. The actin filaments are anchored to the Z lines. The sarcomere shortens from both sides when actin filaments slide along the myosin. بچه این نوار روشن وسط، صفحه روشن وسط ها دقت بکنید. یه لحظه گفتم نوار و نوار روشن این قسمت. نوار روشن کوچیک‌تر میشه، صفحه روشن وسط هم کوچیک‌تر میشه. خیلی واضح و مشخص. Because the actin filaments are anchored to the Z lines, the sarcomere shortens from both sides when actin filaments slide along the myosin filaments. Although the action between the filaments is described as sliding, the myosin filament actually pulls the actin along its length. The cross bridges of the myosin filaments attach to the actin filaments and exert force on them to move. This action is known as the sliding filament mechanism of muscle contraction. In this model, the sarcomeres shorten without the thick or thin filaments changing in length. A contraction begins when a bound ATP is hydrolyzed to ADP and inorganic phosphate. This causes the myosin head to extend and can attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. An action called the power stroke is triggered, allowing. پس تجزیه ATP باعث میشه انرژی در سر میوزین ذخیره بشه. چه جوری؟ زاویه سر و دمش افزایش پیدا میکنه که توی انیمیشن نشون نداده و بعد بتونه بکشه اکتین رو به سمت مرکز. Myosin to pull the actin filament toward the M line, thereby shortening the sarcomere. ADP and inorganic phosphate are released during the power stroke. وقتی این کشیدن رو میده ADP جدا میشه. بچه ها اینجا را دقت بکنید، شما اینا نیاز دارید. سر میوزین وقتی میخواد جدا بشه ATP میاد جداش میکنه. New molecule of ATP binds, freeing the myosin to either go through another cycle of binding and more contraction or remain unattached to allow the muscle to relax. حالا اینجا دیگه اصلا این موضوع تو کتاب شما بخش عمدش نیست. این بحث اینه که پیام عصبی واسه چه اتفاقی میشه. گفتیم کلسیوم از شبکه اندوپلاسمی میاد بیرون که بهش میگن شبکه سارکوپلاسمی، میاد بیرون و متصل میشه به یه سری پروتئین که اینجا میبینید. دیگه اینا تو کتاب نیست. پروتئین های تروپونین تروپومیوزین تروپونین و تروپومیوزین تروپومیوزین بلاکس دی کراس بریج بایندینگ سایتس آن اکتین. ببینید میگه تروپومیوزین ها اصطلاحا هم بلاک میکنن نقاط اتصالا، ولی کلسیوم میره به چی وصل میشه؟ تروپونین. When calcium ion levels are high enough and ATP is present, calcium ions bind to the troponin. نتیجه چی میشه وقتی اتصال برقرار میشه؟ تروپومیوزین ها میرن کنار. Which displaces tropomyosin, exposing the myosin binding sites on actin. نقاط اتصال الان آشکار شد. This allows myosin to attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. Calcium ions are stored in the sarcoplasm. این هم همون شبکه اندوپلاسمی یا سارکوپلاسمی که کلسیوم داخلش ذخیره است و گفتم وقتی خارج میشه به روش انتشار تحصیل شده بازگشتش انتقال فعال.
اینا هم که ناقله عصب، یعنی اینجا عصبی کلینه دیگه. بچه ها وارد نمیشه، این خیلی مهمه. و گفتم اینجا کانال دریچه داره سدیمی را باز میکنه و یه جریان الکتریکی ایجاد میکنه. ما نمیگیم بهش پیام عصبی چون سلول عصبی نیست. بچه ها این جریان الکتریکی چه جوری به شبکه آندوبلاسمی میرسه؟ اصطلاحاً لوله های تی شکل اینا میرسونن جریان الکتریکی ها calcium و کلسیوم رها میشه و اون اتفاق میشه. As the actin and myosin slide along each other, the entire sarcomere shortens as the Z lines draw closer to the M line. As the sarcomeres in myofibrils contract, the entire